سلام دوستان، عبدالله مسلم هستم و در ویدیو قرار است برای شما شارتکت های را معرفی بکنم که قبلا شاید میفهمیدین شاید نمیفهمیدین، اما اگر اینا را بفهمین و عملی بکنین خیلی در استفاده کامپیوترتان سرعت می و سرعت می باشه استفاده ای کارکردتان در کامپیوتر. دوست عزیز، قبلا هم یک ویدیو ثبت کردم درباره اینکه که چطور شما تایپینگ یاد بگیرین، تایپینگ تان سریع بسازین در 15 دقیقه که او ویدیو را میتونید ببینین که خیلی ویدیو مفید است. و همچنان در ادامه از ویدیو این ویدیو رو براتون ثبت میکنم که شارتکت های مهم از کامپیوتر رو براتون میگم. دوست عزیز، در قسمت 3 نو شارتکت ها، یک شارتکت ها برای در قسمت برنامه نوشتاری مثل ورد براتون میگم، شارتکت هایی که در خود کامپیوتر کاربرد داره اونا رو براتون میگم، و همچنان شارتکت هایی که به خاطر براوزر اینترنت است رو براتون میگم که کارای شما رو خیلی ساده میسازه و کارای شما رو سرعت میبخشه. اولین شارتکت دوست عزیز این است که زمانی که شما یک چیز رو نوشته میکنین، اگر شما کلید بک اسپیس میزنین به طرف عقب پاک میکنه نوشته شما را. اگر شما خواسته باشین به طرف پیش رو پاک بکنین، از کلید دلیت استفاده میکنین که خیلی جالب است. اگر شما دلیت فشار میدین به طرف پیش رو حروف بر شما پاک میکنه. شارتکت دومی است که اگر شما بک اسپیس میزنین یک حرف بر شما پاک میکنه. اگر خواسته باشین کلمه به کلمه پاک بکنین، کنترل بک اسپیس اگر کلیک بکنین بر شما کلمه به کلمه پاک میکنه. خیلی کارتون سرعت میباشه خصوصا تایپینگ تان. شارتکت بعدی در قسمت خود کامپیوتر است که اگر خواسته باشین از صفحه کامپیوتر شما اسکرین شات بگیرین، میتونین که ویندوز کی جمع شفت جمع اس افشار بتین و از در صفحه کامپیوتر خود اسکرین شات بگیرین. ویندوز کی همون کلید را میگه که 4 دانه شکل مربعی داره بالای خود. در ویدیو اگر من ویندوز کی میگم اشتباه نشه از پیشان، همین کلید منظورم است. شارتکت بعدی است که شما برنامه مختلف اگر باز میکرده باشین، میخواین یک برنامه به یک طرف صفحه بره، برنامه دیگه به دیگه طرف صفحه بره، مثلا هر دوش نیاز دارین همزمان، شما کافی است کلید ویندوز یا ویندوز کی را با ارو کیز که 4 طرف است، علامه 4 طرف داره، به طرف راست و طرف چپ بزنین. هر برنامه‌ای که انتخاب کرده باشین به طرف راست صفحه و به طرف چپ صفحه میره و شما میتونید از او استفاده بکنید. شرکت بعدی است که اگر شما خواسته باشین برنامه خیلی زیاد باز باشه و او را بخواید مینیمایز بکنین، نیاز دارین که بالای هر کدامش کلید مینیمایز بزنین تا او تمامش مینیمایز شه. اگر خواسته باشین تمامش را مینیمایز بکنین، کافی است کلید ویندوز با دی را فشار بدین، تمام برنامه‌ای که باز است تمامش مینیمایز میشه و میره به طرف پایینی صفحه. شرکت بعدی زمان استفاده میشه که شما خواسته باشین بر علاوه صفحه‌ای که فعلا باز است یک صفحه دیگه از کامپیوتر را باز بکنین. معمولا شما در کامپیوترهای مک اگر دیده باشین یا کامپیوترهای اپل، اونا چند صفحه را میتونن باز بکنن و از او استفاده بکنن و ورچوال دسکتاپ نامش هست. به این شکل شما میتونید که در ویندوز 10 هم این قابلیت دارین که میتونید از او استفاده بکنین. به خاطر باز کردن ورچوال دسکتاپ یا صفحات اضافه، شما کافی است کلید ویندوز جمع کنترل جمع دی را کلیک بکنین، یک ورچوال دسکتاپ بر شما اضافه میشه. و اگر چندین ورچوال دسکتاپ بر خود ایجاد کرده باشین و بخواین از یکی به دیگه برین، شارتکتش هست یا کلید ویندوز جمع کلید کنترل جمع ارو کیز که طرف راست و چپ رایت و لفت شما کلیک میکنین، میتونین که به یک صفحه و به دیگه صفحه مجازی خود برین. شارتکت بعدی زمان استفاده میشه که شما یک نوشته دارین و میخواین چند حروف از این را انتخاب بکنین، میتونین از طریق ماوس هم شما انتخاب بکنین، اما شارتکت هم برای وجود داره که شما شفت با ارو کیز یا کلید راست و چپ کلیک میکنین و میتونین که طرف راست و طرف چپ حروف را انتخاب بکنین. شارتکت بعدی باز هم به خاطر اسکرین شات گرفتن از صفحه کامپیوتر استفاده میشه که ویندوز کی یا کلید ویندوز با پرینت اسکرین که در روی کیبوردتون موقع داره شما فشار میدین، از صفحه کامپیوتر شما اسکرین شات میگیره. شارتکت بعدی زمان استفاده میشه که شما میخواین از یک فایلتان کپی بگیرین. یک از کارشی است که شما توسط ماوس راست کلیک میکنین، کپی را کلیک میکنین، در جای دیگه راست کلیک و پیست را کلیک میکنین. اگر ساده خواسته باشین را کپی بگیرین، کنترل را در روی کیبورد فشار دادن میگیرین، بالای توسط چپ کلیک ماوس بالای فایلی که میخواین از روی کپی بگیرین کلیک میکنین و کش گرفته به طرف دیگه طرف کش میکنین و رهایش میکنین و یک کپی از او در قسمت گرفته میشه. شارتکت بعدی زمان است که شما میخواین مایک کامپیوتر را باز بکنین، که یک طریقشی است که شما دو کلیک بالای مایک کامپیوتر میکنین باز میکنین. اگر مایک کامپیوتر موجود نباشه نخواین توسط ماوس استفاده بکنین، کافی است که ویندوز کی یا کلید ویندوز با ای را فشار بدین، مایک کامپیوتر بر شما باز میشه، میتونین استفاده بکنین. شرکت بعدی به خاطر باز کردن تاسک منیجر است که اگر به صورت عادی شما باز بکنین توسط ماوس بالای تاسک بار راست کلیک میکنین و تاسک منیجر را کلیک میکنین، و اگر خواسته باشید از شرکت استفاده بکنین کنترل شفت و اسکیپ که در قسمت کنج کیبورد قرار داره فشار میدین برای شما تاسک منیجر باز میشه. شرکت بعدی هم به خاطر باز کردن سیتینگ کامپیوتر است که در صورت عادی شما میرین در قسمت استارت منیو کلیک میکنین و سیتینگ کلیک میکنین. اگر شما خواسته باشین از شارتکتش استفاده بکنین، کافی است کلید ویندوز با آی فشار بدین، سیتینگ کامپیوتر برای شما باز میشه. شارتکت های بعدی دوست عزیز که برای شما قرار است بگیم در قسمت براوزر کامپیوتر یا
مثلا مثلا اگر کروم استفاده میکنین یا کدام براوزر دیگه باشه در قسمت استفاده میشه که خیلی کار شما را ساده میسازه. اولین شارتکتی که برای شما قرار است بگویم این است که وقت براوزر را باز کردین کنترل فشار داده با کلید منفی و مثبت میتونید که صفحه براوزرتان را دور و نزدیک بکنین، یعنی زوم بکنین و زوم این و زوم اوت. شارتکت بعدی است که شما کنترل فشار داده با ماوس بالای هر لینک کلیک میکنین در تب جدید بر شما امو لینک باز میشه. در صورت عادی شما راست کلیک میکنین بالای یک لینک و اوپن این نیو تب میگین. در این صورت فقط کنترل فشار داده بگیرین بالای هر لینک کلیک بکنین شما بر شما در تب جدید امو لینک باز میشه. شرکت بعدی زمان استفاده میشه که ناخودآگاه شما یک تب را کلوز میکنین یا تب بسته میشه از پیشتان. شما اگر خواسته باشین دوباره او تب باز بکنین کافی است شما از این شارتکت استفاده بکنین. کلید کنترل شیفت و تیره با هم فشار میتین و تبی که شما بسته کردین دوباره برتان باز میکنه. اگر شما خواسته باشین در براوزر تب جدید باز بکنین کنترل تیره فشار میتین تب جدید بر شما باز میکنه. و شارتکت آخر آمی است که زمان شما خواسته باشین تاریخچه تمام براوزینگ خود ببینین که در کدام سایت ها شما رفتین مرور کردین کدام مورد جستجو کردین کنترل اچ فشار میتین و تمام هیستوری یا تاریخچه مواردی که شما جستجو کردین تمام شما بر شما باز میکنه. اگر شما موارد را قبل از جستجو کردن میخواین ببینین میتونین که در قسمت ببینین و باز بکنین استفادهش بکنین. خب دوست عزیز خدا کنه که از این ویدیو استفاده کرده باشین و استفاده از کمپیوتر را سرعت ببخشین. و اگر میخواین از ویدیو بعدی ما باخبر شین دکمه سابسکرایب دابین ویدیو را کلیک بکنین ویدیو ما را لایک بکنین با دوستاتون شریک بسازین. اگر سوال و پیشنهاد نظر دارین در قسمت شبکه‌های اجتماعی با ما شریک بسازین و یا هم در کامنت‌های پایین ویدیو. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.